سلام بر شما، مسعود سفیری هستم، میزبان شما در برنامه افق سه‌شنبه 26 آبان 17 نوامبر از بخش فارسی صدای آمریکا به مناسبت روز جهانی فلسفه. یونسکو به عنوان یک نهاد فرهنگی سومین پنجشنبه ماه نوامبر رو هر سال روز جهانی فلسفه نامگذاری کرده تا بر جایگاه والا و ارزش‌های فلسفی در جهان و پیشرفت‌های اندیشه بشری، فرهنگ‌های گوناگون، شهروندان سراسر جهان تأکید کرده باشه. خانم ایرنا بوکوا، مدیر کل یونسکو، در پیامی به مناسبت روز جهانی فلسفه گفته نگرش‌های فلسفی در برخورد با پیچیدگی‌های جهان امروز در برداشتن گامی به سوی گفتگوهای سازنده برای تدوین راهکارهای حل مشکلات امروزی جهان است. این بهترین راه به آموزش و روشنگری شهروندان و ابزار مبارزه با جهل و تعصب است. به باور یونسکو آموزش فلسفه به شیوه مدرن باید از پایه دبستان ها آغاز شود تا شهروندان آینده را در برابر آفات های نظیر جهل، تعصب، اطاعت کورکورانه هوشیار کند. آفات هایی که زمینه ساز و تقویت کننده جنگ ها و جدال های قومی، نژادی، مذهبی و سیاسی هستند. اما در فیسبوک افق از شما پرسیده ایم آیا آموزش فلسفه از پایه راهنمایی با هدف تربیت نسل های آینده می تواند راهکاری اصولی برای مقابله با آفات انسانی همچون جهل، تعصب و اطاعت کورکورانه باشد؟ 61% به گزینه بله و 39% به گزینه خیر رأی دادند. شما هم میتونید از طریق فیسبوک در این نظرسنجی شرکت کنید، از طریق توییتر و گوگل کنید. برای دریافت فایل صوتی به فیسبوک برنامه سری بزنید. اما میهمانان افق، آقای دکتر رامین جهانبگلو، استاد دانشگاه تورنتو، استاد دانشگاه در رشته فلسفه از تورنتو به ما ملحق شدند. آقای یاسر میردامادی، پژوهشگر دینی و فلسفه از ادینبرو اسکاتلند، و آقای رسول نفیسی که در طول برنامه در چند دقیقه آینده به ما ملحق خواهند شد. درود بر هر سه میهمان برنامه. آقای جهانبگلو، اجازه بدیم بحث رو با اینجا شروع بکنیم. فلسفه در دنیای امروز چه جایگاهی داره و چه جایگاهی میتواند داشته باشه؟ مرسی. من سلام میکنم خدمت دوستان. عرض شود که من میخواستم با این جمله ادمون هوسرل، در واقع فیلسوف آلمانی قرن بیستم، شروع کنم که میگفت فلاسفه خدمتگزاران بشریت هستن، و من فکر میکنم که حرف بسیار درستی است. من به این حرف هوسرل اینو اضافه میکنم که در واقع فیلسوف وجدان آگاه بشریت هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع در مورد واقعیت ها می اندیشه و سعی میکنه که پرسش طرح کنه، و به خاطر همین فلاسفه کاری که میکنن برخلاف تصور خیلی از افراد، اولا آزاد اندیش باید باشن، دوم اینکه مستقلا باید بتونن فکر کنن، و گاهی علیه توده ها باید بتونن فکر کنن. و خب در یک دنیایی مثل دنیای قرن 21 که ما دچار بحران های خیلی زیاد هستیم، حالا بحران های سیاسی اجتماعی به جای خود، ولی بزرگترین بحرانی که ما دچارش هستیم بحران معنایی هست، که در واقع با پسرفت ایدولوژی و با پسرفت دین و با به نوعی با تمام ارزش ها که مورد سوال قرار گرفته، و اون چیزی که من اضافه میکنم نسبیگرایی عمومی که ما امروزه در جهان داریم، کار فلسفه رو بسیار مهم میکنه، کار فلسفه رو بسیار مهم میکنه. و آموزش فلسفه و در کنارش نوشتن و تعلیم حتی به نظر من مهمه. ما نباید فراموش کنیم که پدر اصلی فلسفه سقراط بوده، که البته بیشتر تعلیم داده تا اینکه چیزی بنویسه، و ما همیشه در این راستای انتقادی که فلسفه داشته باید حرکت کنیم، برای اینکه ایده ها هستن که دنیا رو عوض میکنن. آقای میردامادی، آقای جهانبگلو اشاره کردن به بحران معنایی و مفهومی که جهان امروز در اون درگیره و باید راه حل براش پیدا کنه. شما نظرتون چیه؟ آیا فکر میکنین که این بحران مفهومی ادامه داشته باشه؟ اجازه میخوام اول ضمن سلام
خدمت مهمان محترم برنامه و همچنین مجری برنامه و بینندگان و شنوندگان. اجازه بده خیلی کوتاه بگم منظورم از فلسفه چیه، بدون اینکه قصد داشته باشم اون رو تعریف کنم. چرا؟ چون توافقی بر سر اینکه فلسفه چیست وجود نداره. خیلی کوتاه، فلسفه کاری است که فیلسوفان میکنن. اون وقت پرسش پیش میاد که کار فیلسوفانه چیه؟ کار فیلسوفانه به خیلی خلاصه یعنی تلاش برای به دست دادن فهمی مرتبه دومی از امور. فهم مرتبه دومی یعنی فهم بنیادی از بیرون و با فاصله. یه مثال فرض کن شما نقاشی میکنید، تا جایی که به خود نقاشی کردن و مهارت‌های نقاشی کردن و سبک‌های نقاشی برمیگرده این ربطی به فلسفه نداره مستقیما. اما بعد موقعی که پای ارزش داوری در مورد نقاشیش میاد، این نقاشی زشت زیباست یا هر شاخه دیگه هنری، اونجاست که پای فلسفه و فهم مرتبه دومی وسط میاد. اصلا یعنی چی که یه نقاشی قشنگه؟ آیا زیبایی به تعبیر رایج در نگاه ماست یا در آن چه میبینیم؟ یا فرض کن یه عالم علوم تجربی که در آزمایشگاه خودش کار میکنه، به خودی خود کار شبتی به فلسفه نداره. اما اگه یه نگاه مرتبه دوم، یه نگاه از بیرون داشته باشیم و مثلا مطرح کنیم که آیا کشفیات عالمان علوم تجربی از عالم واقع طبیعی خبر میدن یا نه صرفا یک نظریاتی این که کار ما رو راه میندازن و ارزش ابزاری دارن، اونگاه ما مولد در واقع فلسفه علم یا در مثال اول فلسفه هنر شدیم. تا اینجا من سعی کردم خیلی خلاصه مراد خودم از فلسفه بگم. اما این فلسفه به چه دردی میخوره؟ آقای دکتر رامین جهانبگلو به خوبی اشاره کردن به آفت نسبی انگاری، رلاتیویسم و بحران معنا که ما واقعا باهاش درگیریم و آنچه که اکنون در دو سه روز قبل در فرانسه هم رخ داد همینه. اینکه شما به خودت اجازه میدی به خاطر اینکه به سیاست‌های غرب معترضی که اون اعتراض میتونه خیلی هم به جا باشه، یه ده آدم بیگناه بکشی، حتما پشتش یک پوچی، یه نوع نسبی انگاری نسبت به اخلاق، یک نوع در واقع عدم بنیان‌های مطلق و جهان شمول نسبت به اخلاق خابیده. در غیر این صورت شما میتونی به راحتی بگی که من منتقد سیاست‌های غربم، اما به هیچ عنوان حاضر نیستم که بیگناهان رو بکشم. اینجاست که جای در واقع فلسفه ورزی و اهمیت فلسفه وسط میاد. امسال رو هم یونسکو روز جهانی فلسفه رو تنوع زبان‌ها نامگذاری کرده و میدونیم که زبان فقط زبان نیست، بلکه حامل فرهنگ هم هست. و چگونه میشه با تنوع فرهنگ، خصوصا در جهانی که بیش از پیش داره جهانی میشه، با جهانی شدن مواجهین برخورد کرد؟ این است که جای فلسفه و جای نقادی که سرشت فلسفه در واقع نقادی است وسط میاد و نقش بسیار مهمی میتونه ایفا کنه. چه مثل چه نقشی؟ خیلی کوتاه آقای میردامادی. من یه مثال تاریخی بزنم. آقای دکترم اشاره کردن به سقراط به عنوان در واقع پدر فلسفه. درست. سقراط در اون کتاب رساله جمهوری، کتاب اولش، بحثی داره با یه فیلسوف سوفسطایی خیلی تند و در واقع مثل پشمینه پوش تندخویی به نام تراسیماخوس. تراسیماخوس میگه عدالت یعنی منافع اقویا، هر چی که طبقه حاکم منفعتش اقتضا کنه همین میشه عدالت. خب این رأی است که من حالا بعدها به نوعی هابزونو میگه، ماکیاولی میگه، دیگرانی میگن، سقراط به قوت این رأی رو نقد میکنه. اینجاست که سهم فلسفه معلوم میشه. فرق است بین جامعه ای که در اون جامعه فرهنگ عمومیش جا افتاده که عدالت یعنی هرچی حاکمان میگن، با جامعه‌ای که میگه عدالت مستقل از منفعت حاکمان یا محکومانه. عدالت در واقع به یک معنای ابجکتیوه، یعنی شأن به خودی خودی داره. این دو تا جامعه با هم متفاوته. جامعه اول که میگه عدالت منفعت اقویاست، مناسباتش رو با حاکمیت فقط مناسبات اطاعت یا به تعبیر رایج در مملکت ما ولایت پذیری میبینه، اما گروه دوم که عدالت رو مستقل میدونن از منفعت این و آن، چه حاکمان و حتی چه محکومان، یه نگاه انتقادی داره نسبت به حاکمیت. اینجاست که اهمیت فلسفه برای دمیدن روح انتقادی معلوم میشه. آقای دکتر نفیسی خیلی خوش آمدیم به برنامه ما در مورد روز جهانی فلسفه صحبت میکنیم. نکته ای که وجود داره اینه که وقتی که بحرانی به وجود میاد، نگاه ها برمیگرده به کسانی که اهل فلسفه هستن، مثل که همه پاسخ ها رو اونا دارن. واقعا فایده فلسفه اینه، یا اینکه پیش از اینکه حادثه ای اتفاق بیفته اون رو پیش بینی کردن و یک دستگاه فلسفی برای راه حل شیدن. واقعیت این است که اگر به تاریخ فلسفه نگاه کنیم، تمام مکاتب فلسفی بزرگ زمانی بروز کردند که بحران‌های بزرگ اجتماعی در حال بروز بوده یا
بحران‌های اجتماعی حادث شده بوده. از دوران یونانی‌ها شروع کنیم که جنگ با ایران، جنگ بین شهرهای خود یونان که باعث از بین رفتن دموکراسی آتنی شد، تا زمان ما که هر دفعه یک بحران بزرگ باعث شده که توجه به فلسفه زیاد بشه، جامعه شناسی هم همینطور. و اینها زمانهایی است که علوم انسانی اهمیت پیدا میکنن و توجه به علوم انسانی زیاد میشه و باعث میشه که در واقع یه بازگشتی بکنیم به کلیتگرایی که در واقع ارتباط انسان با جهان، انسان با گیتی است که از حوزه علوم خاص خارج میشه. علوم خاص توجه میکنن به گوشه گوشه هایی از جامعه و طبیعت. فلسفه کلیت وجود انسان رو در تاریخ، کلیت نگرش انسان رو در به تاریخ و به گیتی در واقع توجیه میکنه. این است که در این بحران ها ما میبینیم که به طور طبیعی فلسفه و بعد از اون جامعه شناسی از قرن 19 هم اینها مطرح میشن به عنوان یک یا بیشتر مورد توجه قرار میگیرن و بیشتر روشون تاکید میشه. ممنونم. آیه جانبگلو، شما به بحران معنایی در واقع به نوعی اشاره کردین. آیا این بحران معنایی منظور شما همون بحران هویته؟ نه خیر، بحران معنایی با بحران هویت متفاوته. البته به نظر من بحران هویتی نتیجه بحران معناییه. بحران معنایی در واقع زمانی پیش میاد که شما ارزش‌های در واقع کلان یا ارزش‌هایی که توصیف کننده و تعریف کننده جهان بشری هستند مورد سوال قرار بگیرن یا در سایه قرار بگیرن. مثلا ما می‌بینیم که امروزه در قرن 21 خب مسئله دین به معنایی که مثلا بشریت باش به قرون متوالی زندگی کرده ضعیف‌تر شده، یا مثلا شما می‌بینید که ایدئولوژی‌هایی که در قرن 20 بشریت بهشون اعتقاد داشته کمتر شده، یا اینکه بعضی از ارزش‌ها مثل ارزش‌های فرض کنی انسانگرایی، اومانیزم، اینا ارزش‌هایی هستن که کمتر معنا دارن در میان نسل جوان. خب اینجا اتفاقا نقش فلاسفه و نقش فیلسوف خیلی مهمه. من می‌خواستم به این نکته اشاره کنم که هم آقای دکتر میردامادی هم آقای دکتر نفیسی بهش اشاره کردن، هر کدوم به نحو خودشون، و اون مسئله رابطه فیلسوف با واقعیت. ببینین فلاسفه اصولا دنبال روی واقعیت نیستن، اونها پرسشگران واقعیت هستن. یعنی در واقع فلاسفه، کسی که کارش فلسفه است، این است که بتونه از واقعیت یک مقداری فاصله بگیره و بتونه یک پرسشگری داشته باشه. و ما میگوییم که خب فلاسفه در واقع به دنبال حکمت هستن و به جستجوی حقیقت، ولی فلسفه برخلاف ایدئولوژی کارش تصاحب حقیقت نیست. چون اگر فلسفه بخواد که حقیقت رو تصاحب بکنه، تبدیل به ایدئولوژی میشه و دیگه این جستجو صورت نمیگیره. حالا امروزه ما در جهان امروز مثل همین فرض کنین که اتفاقاتی که در پاریس افتاد با داعش و اینا، ما یک نوع تصاحب حقیقت داریم. اینجا شما کار فلسفی ندارید و در واقع خشونتی که ازش بیرون میاد به خاطر این نیست که شما هیچ گونه پرسشگری و پرسش فلسفی ندارید. دقیقاً فلاسفه کارشون در یک وضعیت‌های بحرانی اینطوری این نیست که یک نوع گسست فکری بکنن، بتونن این واقعیت رو مورد سوال قرار بدن، این تصاحب حقیقت رو مورد سوال قرار بدن و بتونن که پرسش های جدیدی رو برای بشریت طرح بکنن. آیه جانبگلو، این پرسش هایی که به تعبیر شما از واقعیت ها ناشی میشه، آیا که جایگاه فلسفه امروز میتونه بهش پاسخ بده؟ یعنی اون توان علمی در اندیشمندان در واقع به نوعی وجود داره؟ این توان در میان خیلی از اندیشمندان وجود داره. شاید ما دیگه نتوانیم که فلاسفه مثل افلاطون یا کانت یا هگل در قرن 21 داشته باشیم، ولی
اونم به خاطر دنیای تکنولوژیکی است که ما در زندگی میکنیم. خب اگر من واقعا خیلی مستقیم میگم برای بینندگان، اونم میگم کسانی که 8 ساعت از روزشون رو در شبکه‌های اجتماعی میگذرونن و به هم دیگه دشتام میدن، اینا که اینا نمیتونن فیلسوف بشن و نمیتونن اصلا کار فلسفی بکنن. کار فلسفی احتیاج به این داره که شما اولا با میراث بشری آشنا باشید، از اون میراث بتونین استفاده کنین. یکی از دلایلش این است که پرسش هایی که فلاسفه در الان 26 قرن دارن مطرح میکنن، همون پرسش های ابدی و ازلی است، در مورد عشق، در مورد حکمت، در مورد فرزانگی است، در مورد عدالت، در مورد آزادی است. پرسشی که امروزه برای کسی که کار فلسفی میکنه همون پرسش سقراطی است که شما در مکالمات افلاطون هم میبینید، همون پرسشه، همون پرسش. ما هنوز مثلا اون مسئله آزادی است، ما هنوز مثلا اون مسئله عدالته. درسته که ما اینو داریم در یک چارچوب دیگه مطرح میکنیم، ولی پرسش هامون همون پرسشه. به خاطر همین ما به تاریخ فلسفه احتیاج داریم، چون این میراث فکری است که برای ما باقی مونده و ما با این فلاسفه که فکر میکنیم، حالا میتونه افلاطون باشه، میتونه دکارت باشه، میتونه فلاسفه مثل ملا صدرا باشن، میتونه فلسفه فیلسوفی سیاسی باشه یا در زمینه فلسفه هنر باشه، ولی ما برای فکر کردن به این دستگاه در واقع عقلانی احتیاج داریم. دقیقا من روی این موضوع تاکید میکنم که فلسفه کارش گفتمان عقلانی است و کاهش خشونت با این گفتمان عقلانی. ممنونم آقای میردامادی. نکته‌ای که اشاره کردن اینه که ایدئولوژی ها حقیقت رو تصاحب میکنن. کار فلسفه به ویژه در عرصه دین، یعنی به تعبیر فلسفه دین، اینجا چی میشه؟ چه جایگاهی پیدا میکنه؟ چرا اجازه داده میشه که این حقیقت تصاحب بشه، روبوده بشه، به نوعی مصادره بشه؟ من کاملا با آقای دکتر جهانبگلو موافقم که فلسفه اصلی، اصیل و استخوندار، کارش نقد خشونته به یک معنا، زیرا خشونت ضد نقده، ضد سنجشگری. شما وقتی دست به خشونت میزنید، چنان که اشاره کردن، در واقع حقیقت رو در چنبره خودتون رو دارید، در تصاحب دارید، حالا که سرشت فلسفه سنجشگری و نقادیه. با این حال فلسفه های غیر اصیل و کجوکوجی به لحاظ تاریخی وجود داشتن که به نحوی از آنها مروج خشونت بودن. برای اینکه انتظاری نشه بحثمون، یه نمونه ایرانی این نوع فلسفه اخیرش احمد فردید، به ویژه احمد فردید پس از انقلاب 57 ایران. اینجاست که پای دینشناسی فلسفی یا فلسفه دین به طور خاص به عنوان یه شاخه مهم فلسفه اهمیت پیدا میکنه که پرسش شما، و اون اینه که به هر حال دین هم میتونه ازش خانش یا فهم و قرائتی صورت بگیره که مروج خشونت باشه، و فهم و قرائتی صورت بگیره که به جای اینکه سالک باشه، که تعبیری است که عرفانی و دینیه، فرد متصاحب حقیقت باشه. وقتی شما میگید سالک، یعنی کسی که رونده است به سوی حقیقت، که البته در ادبیات عرفانی یعنی حقیقت الحقایق یا امر قدسی و خداوند. اما در واقع ایدئولوژی ها وقتی میخوان دین رو در تصاحب خودشون بگیرن، این رو تبدیل میکنن به یه بسته پیشنهادی که در اون شما هر چه از حقیقت میخواهید یافت میشه. اینجاست که در واقع سنجشگری در حوزه دین یا فلسفه دین اهمیت بسیار بسیار مهمی پیدا میکنه، خصوصا در دیار ما که دین و قدرت سیاسی پیوند بی سابقه یا کم سابقه ای پیدا کرده. دینشناسی فلسفی اهمیت پیدا میکنه، و به نظر من کاری که به طور خاص روشنفکران دینی ایرانی در طی این بیش از 3 دهه کردن، و به طور عام روشنفکران همه، هم از دینی یا غیر دینی، کردن در نقد این پیوند میان قدرت سیاسی و دین، و در نقد تقدیس خشونت، که این پیوند قدرت سیاسی و دین لاجرم تقدیس خشونت میاره، به نظرم کار بزرگی بوده. و الان ما میبینیم که مثلا شاخه مثل فلسفه دین یا فلسفه اخلاق به طور خاص در ایران رایجه، و فلسفه علم، و اینها اگر اجازه داده بشه، یعنی اگر آزادی آکادمیک وجود داشته بشه که این شاخه ها از حالت انتزاعی خارج بشن و بیان رو مصادیق، و اجازه داشته باشن مصادیق رو نقد کنن، که یکی از مصادیقش که ما الان باش درگیریم اسلامی کردن علومه، به ویژه علوم انسانیه، که یک نوع در واقع در چنبره قدرت سیاسی دینی گرفتن علومه،
اینا همه چیزایی است که شما بدون فلسفه علم، بدون فلسفه دین، بدون فلسفه اخلاق و بدون نقد فلسفی اصلا نمیتونید پروژه حکومتی اسلامی کردن علوم رو نقد کنید. اینجاست که فلسفه دین مهم میشه و کارهایی که فیلسوفان و روشنفکران ایرانی، چه داخل ایران چه بیرون ایران، چه روشنفکران دینی چه روشنفکران مستقل از دین انجام دادن، به نظرم کار بزرگیه در گسترش رواداری. برمیگردیم به این بحث حتما آقای میردامادی. آیه دکتر، یک بحثی که مطرح میشه اینه که متدولوژی فلسفه تا چه حدی میتونه واقعیت ها رو توضیح بده. ممنونم از این سوال، چون در سوال قبلی هم گفتید که چقدر میتونه فلسفه به مسائل جدید جواب بده. فلسفه اصولا مسئول جواب دادن نیست. فلسفه مسئولیتی که از دوره سقراط تا به حال قبول کرده، ایجاد سوال های بسیار مهم در ارتباط انسان با جامعه، در ارتباط انسان با طبیعت، و این سوال‌های مهمه که بعد راهگشا میشه در زمینه علوم و علوم مختلف اون جواب میدن و اون رو تبدیل میکنن به یک چیز واقعیت و کانکریتی. ولی سوال‌ها باز میمونه. من الان خدمتتون عرض میکنم، مثلا توجه بفرمایید، مسائلی که ما الان باش روبرو هستیم اجداد ما با اونها روبرو نبودن. فرض بفرمایید مسئله محیط زیست، مسئله این که ما تکنولوژی خلق کردیم که میتونیم کائنات رو با اون بسنجیم و ببینیم، مسئله فرض کنید که در استروفیزیکس که دیگه مثلا این هابل تلسکوپ نه تنها به مکان بلکه به زمان، الان به عمق زمان داره نگاه میکنه، و اینها مسئله بسیار مهمی است. و اینکه ارتباط ما با کائنات چیست، یعنی در مقابل این کائنات عظیمی که ما کشف کردیم که در تفکر بطرم یوسی خیلی خیلی محدود بود و شاید اونجا هم بهتر بود اصلا برای بشر، اگر ما نمیدونستیم که اینقدر در گوشه ناچیزی از کائنات قرار داریم. ولی به هر صورت ما یعنی شناخت بیشتر جایگاه خودمون پیچیده کرده وضعیتمونو، نه تنها پیچیده کرده بلکه نابسامان کرده. انسان قرن 21 نابسامان و در واقع انسانی است که هم از لحاظ روانی متوجه شده که چقدر روان انسان دچار مشکلات گوناگونه و تضادهای گوناگون و آگاهی و ناآگاهی و نقش بزرگ ناآگاهی در یا ضمیر انسان در تعیین سرنوشت انسان. از طرف دیگه ما متوجه شدیم که چقدر کائنات وسیعی است، ولی در مقابل این کائنات وسیع بسیاری میگن که ما ذره ناچیزی هستیم. خب فلسفه میتونه درست برعکسونه بگه، بگه اتفاقا ما آینه تمام نمای تمام این کائنات هستیم و ما تنها وجود آگاه هستیم که میتونیم به این کائنات فکر بکنیم و در دل این کائنات معنا بجوییم. اتفاقا ما مساوی هستیم با کائنات. اینو میتونه مثلا فلسفه بگه. یا در قسمت تکنولوژی، الان مسئله که تکنولوژی به وجود آمده اینه که فرض کنید که همه ما این سلفون ها رو در دست داریم و یه عکسی امروز من در اینترنت دیدم که یه خانم قشقایی که مثلا روی الاغی سواره در این حال داره با سلفون حرف میزنه و تکس میفرسته. این واقعیت جهان جدیده. این واقعیت جهان جدید رو ما باید چجور تفسیر کنیم؟ آیا این سلفون باعث بهتر شدن و عمیق‌تر شدن و معنادارتر شدن روابط انسانی شده، یا به فقر اون داره اضافه میکنه به طور دمافزون؟ اگر شما نگاه بکنید الان در جاهایی که مردم نشستن در مهمانی ها میبینید که یا در مثلا رستوران ها میبینیم هر کسی با سلفون خودش مشغوله و داره تکست میذاره یا غیر ذلک. و این آیا واقعا این به قنای رابطه انسان اضافه کرده، یا اینکه داره ما را فقیرتر میکنه؟ و اگر داره رابطه انسانی رو دچار فقر میکنه، اون وقت راه حل های برای این چیه؟ وقتی که ما میگیم راه حل ها برای این چیه، این دیگه در اختیار فلسفه نیست. این که جناب علی گفتید که متدولوژی فلسفه واقعا چقدر میتونه بار تحمل کنه، متدولوژی فلسفه فرق میکنه البته فلسفه های مختلف. مثلا فرض بفرمایید که فلسفه ایدالیستی آلمان، تفکرات هگلی، تفکر غایتگرای هگلی، واقعا این چقدر میتونه جوابگوی چیزی باشه؟ با اینکه اوج فلسفه ایدالیست و بسیار زیباست، ولی در این حال راهگشا هیچی نیست. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید فلسفه هگل، چیزهایی که از اون در اومده، یکی مارکس مثلا، یکی فوکویاماس اینجاست، و اینها فلسفه های نابسامان و واقعا خطرناک
اینها عرضه کردن به خاطر قایدگرا بودن. این قایدگرای فلسفه هگلی باعث میشه که کل فلسفه اللحاظ کاربرد اجتماعی دوچار محدودیت فوق‌العاده بشه. به خصوص مثلا ما از فلسفه هگل بپرسیم که علت عقب ماندگی ایران از غرب چیه مثلا، خب این سوال نیست که فلسفه هگل بتونه جواب بده. این سوال جامعه شناسی است، جامعه شناسی تاریخی است، سوال تاریخ، مسئله اقتصاد، اصلا در حوزه فلسفه نمیشه به اون جواب داد. به خصوص فلسفه در واقع طرح پرسش توسعه، طرح پرسش از مقوله توسعه از فلسفه به کلی جداست. یعنی مسئله توسعه مسئله در زمینه اقتصاد، جامعه شناسی و تاریخ و این مسائل و اتفاقا ارتباط اون که world systems theory الان مطرحه، یعنی تمام این ارتباطات رو با هم بسنجیم و بگیم یک جوامع اولا در درون خودش چه مشکلاتی داشته، بعد در ارتباط با جهان بیرون چه مشکلاتی داشته. یعنی شما نمیتونید مسئله ظهور و سقوط تمدن‌ها رو بدون ارتباطی که اینها با جهان بیرون برقرار کردن اینو برگزار بکنید. بنابراین منظور از من اینه فلسفه هگلی یا امثال هم اینها جواب مسئله به طور خاص نمیدن و اصولا فلسفه قرار نیست که جواب تهیه کنه. فلسفه قرار سوالهای بسیار خوب مطرح کنه و ما رو به تفکر و در تفکر انتقادی و تفکر منطقی و با ارتباط با گزارهای منطقی با اینو من تاکید میکنم. و بنابراین شما اگر در این زمینه نگاه بکنید که فلسفه چه کار میتونه بکنه، فلسفه میتونه فکر رو تصحیح بکنه. فلسفه باید زبان رو تصحیح بکنه. بعض ما برسید مهمترین مسئله که الان در میان فلاسفه مثل ویتگنشتاین یا فرض کنید که هابرماس دیگر مطرح میشه این است که ما زبان رو چجور تنقیه و تصفیه بکنیم که این زبان بتونه ارتباط انسانی رو شفاف کنه. و اگر زبان شفاف نباشه این باعث استبداد میشه. حالا ما همینم بعضی در ایران یک چیزایی مینویسن و بعد وقتی که از اینا میپرسن اینا میگن همینه که هست، یعنی حاضر نیستن مفاهیم رو تو ما میشنیم یک کتاب کامل مینویسیم درباره سنت و مدرنیته بدون اینکه تعریف کنیم مثلا سنت ما چیه، بدون اینکه تعریف کنیم از مدرنیته ما کدوم مدرنیته رو در نظر داریم. منظور از ما اینه کار فلسفه اینه که سوالها رو دقیق بکنه، زبان رو روشن بکنه، ارتباطات انسانی رو بهتر بکنه و نهایتاً این که ارتباط ما رو با جهان و ارتباط ما رو با جامعه روشن و در راهی بیاندازه که دموکراسی، شادمانی، روابط دقیق و روابط غنی انسانی از اون بروز بکنه. اینها همه از طریق ایجاد یک تکنولوژی در زمینه جواب‌های مختلف نیست، در زمینه این است که شما یک نوع وسیله تهیه کنید که ما به این مراحل برسیم. آقای جانبگلو شما اشاره کردین به بحث این که کار فلسفی کردن چی هست. شما همیشه به این نکته در کارهاتون اشاره میکنین با توجه به انتقادی هم که به نوعی از امر تکنولوژی در واقع میتونیم بگیم که ساده انگاری شدن تکنولوژی با توجه به اینکه فراوانیش هست. واقعا کار فلسفی کردن یعنی چی؟ تفکر یعنی چی؟ آقای تفکر فلسفی یعنی چی آقای جانبگلو؟ ببینید فلسفه در درجه اول هنر پرسشگری است، همونطور که آقای دکتر نفیسی هم میگفتن هنر پرسشگری است و طرح پرسش. البته پرسش ها همینطوری به ذهن انسان ها نمیاد، این با یک آموزش قبلی میاد و این آموزش در ارتباط با میراثی است که فلاسفه دیگه، متفکرهای دیگه، هنرمندا برای ما به جا گذاشتن و مثلا ما میتونیم یه پرسشگری از نوع جدید داشته باشیم با رجوع کردن به فرض کنین کانت یا مثلا ملا صدرا یا هگل یا نیچه یا حتی افلاطون و دیگران. در واقع به نوعی ما این پرسشگری رو احتیاج داریم. حالا این پرسشگری در واقع در 26 قرن گذشته صورت گرفته، حتی میتونیم بگیم حالا به نوعی بیشتر حتی و طولانی تر، ولی در 26 قرن گذشته از سقراط حکیم تا کنون به این صورت صورت گرفته که ما در یعنی فلسفه در ارتباط با جهانهای گوناگون بودن. مثلا فرض کنید عهد عتیق جهانی است که کیهان محوره،
بنابراین مسئله طبیعت در فلسفه های افلاطون یا ارسطو یا رواقیون به مراتب مهمتره تا بحث فرض کنین خدا و دین. ولی در قرون وسطا ما میبینیم یک دنیای خدامحوره که تمام فلسفه اسلامی، فلسفه یهود و فلسفه مسیحیت به هر حال گرد مسئله دین میگذره و مثلا در مدرنیته، در واقع مدرنیته اول، حالا من مدرنیته دوم میگم ولی ما در مدرنیته دوم هست، مدرنیته اول که مسئله انقلاب هایی مثل انقلاب فرانسه است، مسئله به هر حال علوم جدید هست، گسست های علمی هست، شما میبینید که بحث روی فرد میچرخه، بحث روی یک جهانی میچرخه که کم کم داره از خدا و دین جدا میشه، از کیهان جدا میشه، تا میرسه به دنیای ما. دنیای ما امروزه دنیایی است که مسئله شکنندگی خیلی داره زیاده. شکنندگی یعنی چی؟ یعنی که ما میبینیم که انسان با همین بحث تروریسم، اولین چیزی که به ما میاموزه این است که انسان‌ها در واقع کاملا شکننده و میتونه خشونت اونها رو نابود کنه. بحث طبیعت وقتی پیش میاد و مسئله گرمای کره زمین، کره ارض پیش میاد، مسئله شکنندگی، نابود شدن جانوران و نباتات مسئله شکنندگی رو به وجود میاره. بنابراین فیلسوفی که امروزه میخواد بیاد و با استفاده از افکار گذشتگان در واقع، یعنی با استناد به افکار گذشتگان بیاد و دو مرتبه فکر کنه، باید که در واقع این پرسشگری رو از اون واقعیاتی که رو به رو هست باهاش بحث کنه. در واقع این چیزی که هگل میگه خیلی حرف درست که میگه که فیلسوف فرزند زمان خودشه و هر دوره در واقع میتونیم بگیم فلسفه نوع خودشو داره، هر دوره فلسفه زمان خودشو داره. ما امروزه فلسفه‌مون با درگیر مسائل دنیای امروز هستن که از جمله همونطور که من گفتم مسئله بی‌معنایی هستش، مسئله بحران‌هایی هستش که ما داریم میبینیم در سیاست جهان و در جوامع دنیا. مهمترین مسئله‌ای که میتونه فکر کردن در واقع تفکر فلسفی امروز مطرح کنه همین مسئله سیاست. امروز در همه جای دنیا بحث سیاست که میشه درست خلاف بحثی که سقراط میکرد، مسئله قدرت طلبی است و مسئله خشونت. بیایم ما چگونه بیایم قدرت رو بگیریم و حالا بخوایم در حکومت‌های دموکراتیک این کارو بکنیم یا در حکومت‌های غیر دموکراتیک، ولی مسئله قدرته. خب فلسفه میاد میگه که مسئله اصلی سیاست هنر ساماندهی جامعه است، نه مسئله قدرت طلبی. بنابراین ما احتیاج داریم که بتونیم بیایم در مورد خیر عمومی، درست همون کاری که افلاطون و سقراط میکردن، بیایم مسئله عدالت اجتماعی، مسئله خیر عمومی رو بیایم دو مرتبه مطرح کنیم که امروزه مسئله خیر عمومی یعنی چی؟ مسئله زندگی سعادتمند یعنی چی؟ انسان‌ها چگونه میتونن که به این پرسش ها جواب بدن؟ که البته این پرسش ها در واقع سه پرسش معروف کانت هست دیگه، من چه میدانم، چه کار باید بکنم، به چه چیزی باید امید داشته باشم. خب اگر من امروزه نمیتونم امید به رستگاری داشته باشم، یعنی اگه کسی دیندار نباشه و امید به رستگاری نداشته باشه، خب چه اخلاقی باید داشته باشه، چه اخلاق اجتماعی باید داشته باشه، چگونه باید با هم نوع و هم کیش خودش بتونه عمل بکنه، چگونه باید همدلی داشته باشه با افرادی از اقوام دیگه و از نژادهای دیگه. تمام اینا مسائلی است که ما امروزه به صورت چالش ها در درجه اول و بعد مسئولیت ها میبینیم. بنابراین من بحثمو خاتمه میدم، اول از همه فلسفه میاد چالش ها رو مطرح میکنه، دوم مسئولیت هایی که در قبال این چالش هایی که امروزه جهانی و دنیایی شده میاد و جهان شمول شدن میاد مطرح میکنه. مثلا مسئله تکنولوژی یکی از این مسائل هستش، مسئله نابود شدن محیط زیست یکی از این مسائل است و البته به نظر من خشونت های از جمله مثل همین خشونت های داعش و اینام یکی از این مسائل هست که امروزه باید فلسفه بیاد بهش جواب بده حتما. آقای میردامادی، شما اشاره کردیم به بحث قرائت‌های مختلف و قرائتی که در واقع
عالمان دینی دارن و قرائتی که دیگران از دین دارن و منجر به خشونت ها شده. این مرزبندی چجوری صورت میگیره در ذهن مخاطب های میردامادی؟ آیا روشنفکری یا عالمان دینی توان تفکیک این رو برای مخاطبان خودشون دارن؟ چنانچه اشاره کردم، به ویژه هنگامی که قدرت سیاسی به نحو انحصاری در اختیار متدینان قرار میگیرد، آنگاه بحث سوء استفاده از دین یا استفاده خشونت آمیز از دین وسط میاد و در اینجاست که کار فیلسوفان و روشنفکران در نقد اون تقدیس خشونت که لاجرم اتفاق میفته و در نقد در انحصار گرفتن قدرت سیاسی به اسم دین یا به اسم خدا یا به اسم هر حقیقتی وسط میاد. من بزنید مثال خیلی دم دستی که اتفاق افتاده بزنم. چند وقت قبل یک امام جمعه در ایران گفتن که پوشش زنان و نوع مناسبات زن و مرد در بلایای طبیعی که اتفاق میفته اثر داره، که البته پاره روایات هم، روایت دینی هم در این باب داریم، سخن از خود ایشان نبود. و بعد یه جنبشی را افتاد تحت عنوان، بعدها شد معادل فارسیش میشه بالاتن لرزان، در برخی نقاط که نشان بدن که خوب میشه بالاتنه ای رو لرزان و هیچ سیل و زلزله‌ای هم نیاد. اینجاست که در واقع کار فیلسوف وسط میاد و کار روشنفکر، که رابطه خداوند رو با جهان و به طور ویژه جهان انسانی نقد کنه و مثلا نشان بدهد که الهیات و دین اونجایی که میخواد مصداق ابطال پذیر، مصداق از نظر تجربی ابطال پذیر تعیین کنه، اینجاست که وارد حوزه میشه که حوزه دین و الهیات نیست و در نتیجه به سخن خرافی مثل همینی که اون امام جمعه با استناد به حدیثی که حالا آیا اون حدیث سند داره یا نداره، با چه ذوقی انتخاب شده یا نه، اونو کار ندارم، به یک چنین جاهایی میفته. اینجاست که پای فیلسوف و روشنفکر وسط میاد، اینی که نشان بدهد که از متن دینی صرفا نمیشه یه فهم و قرائت ارائه داد و فهمها و قرائت‌های دیگر رو نه تنها باطل اعلام کرد، بلکه قائلان اون فهمها و قرائت‌ها رو باشون با خشونت برخورد کرد. اینی که حقیقت اگر قابل کشف باشه، صرفا از رهگذر گفتگو در عرصه عمومی قابل کشفه و ضمناً حقیقت به فرض هم قابل کشف باشه، نمیتواند از نقد مصون باشد. کشف حقیقت ابطال ناپذیر نیست، خطا ناپذیر نیست. اینها نکاتی است که فیلسوفان و روشنفکران خصوصاً هنگامی که با در واقع انحصارگرایی دینی و مطلق گرایی دینی در قالب حکومت مواجهن میتونن انجام بدن و انجام دادن. اینکه فهم ما رو از امر امر الهی بازندیشی کنن، به نحوی که خدا تبدیل نشه به یه دیکتاتوری در آسمان، یه صدامی نباشه که در اون بالا نشسته در آسمان ها و صرفا بکر نکن کنه و هر کس حرفش گوش نکرد اون رو اونم به نحو ابدی به جهنم بفرسته. بازندیشی در فهم ما از وحی، یا اینکه آیا اصلا چگونه ممکنه خداوند سخن بگوید، نبوت، نسبت دین و دنیا، نسبت عقل و دین، آیا متدینان مجازن برای فهم امور به عقل مستقل از دین یا عقل گیتیانی یا عقل سکولار مراجعه کنند یا نه، یا اگر کسانی مراجعه کردن آیا اونها رو میشه در واقع کافر و بدکیش و قرمتی و مجوس و مانند اینها دانست یا نه، و نسبت کفر و ایمان، آیا متدینان مجازن خط کشی کنن میان خودشون و دیگران، و دیگرانی رو که لیبل کفر میخوره محروم از انسانیت و در واقع عقل. ممنونم آقای میردامادی، حتما برمیگردیم. آقای نفیسی، شما اشاره کردید بحث متدولوژی که اصلا ظاهرا ماجرا این هستش که اشتباه گرفته میشه امر فلسفی، یعنی در واقع به راه دیگه ای، هدف چیز دیگری است ولی از فلسفه استفاده میشه که براش دستگاهی ساخته بشه. منظورتون اینه؟ آیا در جامعه فعلی ایران در امر فلسفه همچین اتفاق میفته؟ یه نکته سریع بگم راجع به این دوستمون که صحبت میکردن درباره این که وقتی که دین با سیاست اختلاط پیدا بکنه خشن میشه و خشونت زا میشه، همیشه این نیست. یعنی در واقع مسئله اهمتر از اینه.
اصولا ادیان ابراهیمی در دل خودشون یک نوع خشونتی رو میپرورن. ما میبینیم که حضرت موسی وقتی که از کوه طور برمیگرده و متوجه میشه که بنی اسرائیل دوباره برگشتن به خدایان مصری خودشون و گوساله طلایی رو دارن پرستش میکنن، اینها دم تیغ میگذرونه. اصولا در دل ادیان ابراهیمی یک نوع خشونتی نهفته که این خشونت نسبت به غیره، یعنی در درون همه با هم برادران که این در اسلام به خصوص خیلی مشخصه، در بیرون نه، در بیرون خون همه مباهه. بنابراین این ذات دینی ادیان ابراهیمی رو ما نباید از نظر دور بداریم. و این که دوباره ما بخوایم مسئله فلسفه دینی رو مطرح بکنیم یا نقد فلسفی از دین غیر ذالک، به نظرم ممکنه من اشتباه بکنم، ولی به نظرم شاید بهترین باشه که ما اصلا دین رو بگذاریم که به حال خودش بمونه و اصولا نپردازیم به معجزات یا نپردازیم به مسئله وحدانیت خدا یا قدرت خدا، یعنی به خاطر اینکه نه فلسفی براش پیدا نکنیم، یعنی به خاطر که بیهوده است، به خاطر که ما بپرسیم مثلا با سوالای فلسفی، مثلا آیا خداوند از آینده، این چیزی که سنت تامس داکوین است مثلا مطرح میکرد، آیا خداوند از آینده اطلاع داره یا نداره، و اگر از آینده اطلاع داره چرا به شرور اجازه میده که وجود داشته باشه؟ چه اتفاقی میفته وقتی این کارو میکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی که این کارو میکنیم در واقع یک چیزا تحمیل میکنیم به دین که بنیاد دین رو سست میکنه. به خاطر اینکه ما اگر دین رو در حیطه خودش بگذاریم، دین حیطه معجزاته، دین حیطه اعتقاداته، دین در یک حوزه خاص خودش باید بمونه. و هر جا که من دیدم کوشش های فلسفی شده که این مسئله رو یک مقداری باز کنن، به زیراب زدن خود تفکر دینی انجام رسیده. منتها اون چیزی رو که ادیان حاضر در قرن 21 باید مراعات بکنن شاید همون چیزی است که در واقع هابرماس میگه. میگه مقدار تعداد زیادی از شهروندان ما مذهبی هستن و اینا نقش دارن و دین در جامعه نقش داره و هیچ کس نمیتونه منکر این بشه، ولی شهروندان متدین باید آرا و عقاید خودشون رو به زبان مدرن بیان بکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه اینا بگن آقا این حقیقت هست و این هست و تو هم باید از این مطابقت بکنی. این زبان مدرن نیست، این زبانی که متعلق به دوره قبایل صحرانشین و کوهنشینه. بنابراین زبانی که باید به کار ببره در واقع فرد متدین باید زبان خودش زبان متعارف مورد قبول بکنه. حالا وقتی که ادیان خوب مورد سوء استفاده دولت مردان و تروریست‌ها قرار می‌گیرن، داستانیست جدا. یه موضوع دیگه میخوام عرض کنم اینه، در مورد تروریسم، مسئله ای که در مورد تروریسم بسیار مطرحه و میشه به طور فلسفی به اون فکر کرد این است که ما در حال در زمانی زندگی میکنیم که تعادل قدرت داره عوض میشه، یعنی چند نفر آدم با چند کلاشنیکوف اینها میتونن نظم جهانی رو به هم بریزن. و این رو به نظرم هانا آرنت از همه بهتر توضیح میده، میگه که شرور شر مسئله خیلی پیچیده نیست، مسئله خیلی حماقت‌آمیز و خود آدم شر آدم سفله است. اینو روی مطالعه که روی آدلف آیشمن کرد به این نتیجه رسید، میگه خود آدم شر یا آدم سفله است، ولی مثل یک فانگوسی میتونه این آدم این صفاحت روی کره زمین رو بپوشونه. و این حرف به نظر من بسیار قابل تحمله، یعنی ما نباید فکر کنیم که چقدر این تروریست ها پیچیدگی دارن یا چقدر تکنولوژی دارن. نه، مسئله این است که در این آدم سفله این رو به هیچ وجه نمیتونه، خرد با این نمیتونه درگیر بشه، نقد نمیتونه با این درگیر بشه،
و این چون نمیتونه به تفکر نقاد برسه آدم بسیار خطرناکی است و این رو از لحاظ فلسفی باید اینجور بهش نگاه کرد که چه جور داره تعادل جهان رو نیروهای کوچک به هم میزنن و این نیروهای کوچک احتیاج به چند تا کلاشنکو بیشتر ندارن. ممنونم آقای جانبگلو. شما اشاره کردین به تقلیل در واقع روابط انسانی به بحث نسبی‌گرایی. فکر میکنید که بحرانی که جهان امروز باش روبروه آیا فلسفه میتونه بهش پاسخ بده یا خیر؟ راهی میتونه براش بیابه برای گذر از این مرحله؟ بله، من خوشبینم نسبت به فلسفه، ولی خودم کار فلسفی انجام نمیدادم، برای اینکه فکر میکنم که اتفاقا این پرسشگری اساسی رو وظیفه فلسفه است، وظیفه فلاسفه است، این کار رو میتونه انجام بده و ما رو میتونه از این بیمعنایی خیلی خطرناک و نسبیگرایی خیلی خطرناکی که امروز دنیای ما دوچارش هستش در بیاره. این به این معنا نیستش که حقیقت نزد فلاسفه است، ولی به این معنا هستش که راهی که ما باید بریم برای اینکه به این حکمت و فرزانگی و در واقع در طرح پرسش‌های درست، طرح در مقابل چالش‌هایی که داریم، طرح مسئولیت‌های درست انجام بدیم، این راه شاید فلسفه و آموزش فلسفه بتونه انجام بده. ببینید، من با آقای دکتر نفیسی هم عقیدم که ایشون حرفی که میزنن کاملا درسته. شما وقتی که امروزه مسئله ارتباطات خیلی مسئله است که به هر حال به نوعی میتونه هم یا کمک باشه به فلاسفه و فلسفه، هم میتونه که مخرب باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی که اینترنت رو میبینید یا شبکه‌های اجتماعی رو میبینید، در اونجا شما یک نوع تفکر زدایی دارید به جای اینکه فکر داشته باشید. شما یک نوع وقاحت اندیشه دارید. وقاحت اندیشه یعنی چی؟ با خود اندیشه فرق داره. یعنی کسی به خودش اجازه میده که بیاد در مورد یک مسئله‌ای که نمیدونه اظهار نظر بکنه. تمام اظهار نظرهایی که شما زیر مقالات میبینید میدن، همه بدون فکر شده، غیر فکر نشده است. و این اتفاقا دقیقا همون نکته ایست که هانا آرنت هم میگفت، یعنی دنیایی که دچار بی‌معنایی میشه دنیایی است که تفکر زدا میشه، تفکر ستیز میشه، نمیتونه بیاندیشه. آدمی مثل آیشمن بیرون میده، آدمی مثل تروریست سلفی بیرون میده و آدمهایی هستن که براشون ارزش ها همه یکسانه، کشت بودن و نبودن یکسانه، مسئله دینداری و دین نداشتن یکسانه، براشون این مسئله اصلا مهم نیست. ما مسئله اصلی که فلسفه داره مسئله ارزش هاست و اینجا ما باید ببینیم که این ارزش ها رو ما دو مرتبه چگونه میتونیم بیاییم مطرح بکنیم. یکی از مسائلی که ما در واقع دوچارش هستیم این دنیای بی ارزشیه، یا دنیایی که در یک نوع اغتشاش فکری به سر میبره، خصوصا نسل جوانتر، در یک نوع اغتشاش فکری که میخواد دستش رو به یک جای وصل کنه و دنبال یک ارزشی بگرده، چون اون ارزش هایی که بهش داده میشده این ارزش ها رو دیگه نداره و دنبالش هم نمیره. حالا کار به نظر من بحران آموزش یکی از بدترین یا یکی از بگیم که بزرگترین چالش هایی که ما امروزه داریم، یعنی بچه های ما در دانشکده ها و در دبیرستان ها هیچی نمی آموزن. آن چیزی که باید میراث بشری که باید به اینا داده بشه غیر از تکنولوژی هیچی نیست. بنابراین شما یک سری تکنوکراتی از توش بیرون میاد که اعتقاد داره که توسعه بی رویه خوبه، پیشرفت بی رویه خوبه، ولی پیشرفت و توسعه یه چیزیست که اخلاق پشتش نیست، همینطوری به دست میاد. خب چنین چیزی به دست نمیاد، شما باید زحمت بکشید. یه آقای جان بگیرو، ممنونم، فرصتمون رو به پایان. آقای میردامادی، بشنویم نظر شما رو. که به برخی از نکاتی که آقای دکتر نفیسی اشاره کردم که به نظرم نکات خیلی مهمی است اشاره کنم ایشون و نظر خودم رو بدم. ایشون فرمودن که ادیان ابراهیمی در دل خودشون خشونت دارن و نه اینکه اگر با قدرت سیاسی پیوند انحصاری خوردن آنگاه خشن میشه، یعنی ذاتن خشنه.
خب این میتونه موضوع برای یه جلسه دیگه باشه، من نمیخوام وارد داوری ایشون بشم و احیانا اون رو تایید یا نقد کنم، اما میخوام بگم که خود همین دیدگاه یه دیدگاه فلسفی در مورد دینه و این اساس چرا در ادامه ایشون میفرمایند که فلسفه دین رو رها کنیم و دین رو به خودش واگذار کنیم. چرا دین یه نهاد اجتماعی مهمه و یه نهاد معقول و پذیرفته شده اجتماعی مهمه. این مثل نهادی نیست که گانگسترها و مافیا در ایتالیا درست کردن یا تروریستا در بخشی از سوریه و عراق، بلکه یک نهاد محترم و پذیرفته شده اجتماعی با یه تاریخ و درست به همین دلیل حق بروز خودش رو داره، از جمله بروز ابراز عقیده خودش، و درست به همین دلیل باید نقد بشه و فضای عمومی رو هم میبایست برای نقد خودش باز بذاره. و این اساس فلسفه دین کاملا یه شاخه معقول و مشروع فلسفی است. ما اینجا جمع شدیم که روز فلسفه رو گرامی بداریم و فکر میکنم لازمه که من از شاخه فلسفه دین به عنوان یه شاخه پذیرفته شده دفاع کنم و از مشروعیتش. اشاره کردن به مثلا یه بحثی در الهیات سده میانه اسلامی مسیحی یهودی که بحث علم خداونده که آکوینس و دیگران مطرح کردن، این بحث هنوز میان فیلسوفان دین معاصر مطرحه. به هیچ عنوان نباید فکر کرد این صرفا یه بحث اسکولاستیکه که دورانش به پایان رسیده. دوران هیچ بحث فلسفی در باب دین به پایان نرسیده. برخی بحث ها از مد میفته، بعضی بحث ها طرفداران کمتری داره و برخی بحث ها طرفداران بیشتری داره. اگر دین یه نهاد پذیرفته شده است، باورهای متدینان حق ابراز نظر داره، حق بروز و ظهور داره و درست به همین دلیل حق نقد کردن داره و درست به همین دلیل فلسفه دین و مثل شاخه های دیگر فلسفی حق بروز و نمود داره و خلاف آنچه که فهمیدم. آقای میردامادی، به اعتقاد شما یه فلسفه دین توان و پاسخگویی به مشکلات فعلی رو هم داره؟ به نظر من شما فقط کافیه به بیش از 3 دهه اتفاقاتی که در ایران افتاده و اون رو با مابقی کشورهای اسلامی مقایسه کنید. به خاطر سنت فلسفی که در ایران وجود داشته که البته همیشه آمیخته به نحوه حکمت و تصوف بوده، اتفاقی که افتاده اینه از اون روزگاری که در دانشگاه رو بستن و میخواستن همه رشته‌ها رو اسلامی کنن تا اکنون که فلسفه دین و فلسفه علم و فلسفه اخلاق و شاخه های دیگه نه فقط در میان دانشگاهیان بلکه در میان حوزویان، برخی از بهترین آثار مترجم رو بوستان کتاب و قم چاپ میکنه که مال دفتر تبلیغات اسلامیه، اصلا قابل مقایسه نیست با اتفاقاتی که در خیلی دیگه از کشورهای اسلامی داره میفته. در اونجا هم روشنفکرانی هستن ولی اونا جدای از سلفی ها آلمان سلفی هستند و الان حوزه علمی قوم داره برخی از اینا رو تولید میکنه. معلوم میشه یه اتفاق مهمی در این مملکت افتاده که آقای دکتر توکلی ترقی که در کانادا ایران شناس برجسته از اون تعبیر کرد به این رنسانس. حتی اگر این تعبیر اغراق باشه که به نظر من نیست، به هر حال یه خیزش فکری اتفاق افتاده و شاخه های مختلف. ممنونم آقای میردامادی، ممنونم. من سوال پایانی فیسبوک افق رو سوال میکنم. آیا دکتر نفیسی، آقای دکتر جانبگلو و آقای میردامادی، آیا آموزش فلسفه میتواند راهگشای مشکلات جامعه امروزی انسان باشه، انسان قرن 21؟ اصلا بحث نداره. یعنی مگه میتونه جامعه بدون فلسفه باشه؟ یعنی فلسفه کار بنیادی بشره. فلسفه این تفکر اصولا، و اگر شما مگه میشه تفکر رو در باره مسائل بنیادی و اصولی و ارتباط انسان با جامعه و طبیعت کنار گذاشت؟ آقای جانبگلو، من کاملا موافقم. فلسفه یکی از ستونهای مهم تمدن بشر بوده همیشه و فلسفیدن یعنی اندیشیدن و اندیشیدن یعنی آزاد بودن. ما بدون فلسفه هیچگاه به آزاد نخواهیم بود. ممنونم. آقای میردامادی، از آنجایی که فلسفه در سرش و بنیاد خودش سنجشگری رو داره، به نظر من باید مبنای آموزش جمعی باشه و حتی میبایست از کودکستان ها شروع بشه. ممنونم از هر سه میهمان برنامه افق، آقای رسول نفیسی، رامین جانبگلو و یاسر میردامادی. به پایان برنامه امشب افق رسیدیم. تا افقی دیگر، ایام به کام و روز و شبتون خوش.